أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا تا فردا، تا فردا. هی، برو. هی. من تنهایم. میخواهم با کسی بازی کنم. کمی آرام بگیر. ارکمیت، پدرت آمد. سلام پدر. من امروز پسر خوبی بودم. میدانم پسرم، حتما اینطور بوده. تو همیشه پسر خوبی بودی. بیا ارکمیت، بیا پسرم. پدر کسالت دارد. تو برو برای خودت بازی کن. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ پلوتونیوس او را کشتند؟ آری، به دستور پدرت. او را در مقابل معبد آپولون به آتش کشیدند و دستور داده شد جسدش تا 3 روز برای عبرت دیگران در بالای منجنیق بماند. نفرین برای که مایه ننگ من است. بارها گفتم او پدر من نیست. این همه طعنه‌اش را به من نزنید. هلن، گناه پدران را به پای فرزندان نمی گذارند. شما خود می دانید که از داشتن چنین پدری شرمگین و سرفکندم. اگر گهگاه به نزد او می روم، یا به خاطر شما بوده یا برای نجات کسی، وگر نه هیچ رغبتی به دیدار او ندارم. من هم هیچگاه اعمال او را به شما مرتبط نکردم، منتها جنایات او دلم را به درد آورده است. اما مشاهدات من قابل قیاس با آنچه که شما دیده اید نیست. امروز پدرت ببخشید دیوکلتیانوس مرا تهدید کرد که اگر چشمش باشم بیرون خواهد آورد. این حقیقت دارد. بیشک او به تهدید خود عمل خواهد کرد. جان نزارم قربان. درود بر آن. کارت عالی بود ازرین. خیلی خوب. آفرین. مأموریت تازه‌ای داری. مراقب آدونیای کوزگر باش و لحظه ای از او غافل مشو. اطاعت سرورم. فکر نمی کنی که خطر جولیوس کمتر از ماکسیمیلیانوس نباشد؟ چه بگویم حالی جناب؟ بله سرورم. مخصوصا مراقب کسانی باش که با او تماس می گیرند. در خدمت گذاری حاضرم. بگیر. قربان. برویم. او گفت و شاهد بوده ای که چگونه چشمش را بیرون آورده است. ظاهراً به ماجرای مادرت اشاره می کرد. او راست گفته است. من دیدم. من دیدم. من
مادر من یکی از اهالی قرای اطراف دمشق بود. تمام اهالی آنجا توسط بارنابای قدیس مسیحی شده بودند. در حمله رومی ها به جز مادرم تمام اهالی آنجا کشته شدند. مادرم به چشم خود دیده بود که سربازان دقیانوس چگونه تمام بستگانش را سربریدند و پدر و مادرش را کشتند. در حقیقت زیبایی مادرم بود که مانع مرگش به دست دقیانوس شده بود. او مادرم را به اجبار به همسری گرفت. میدانم هلن، چون قبلا اینها را شنیدم. شما شنیدید، اما من با چشمان خود شاهد بودم. شما بگویید چگونه میتوانم فراموش کنم؟ مادر من زخم خورده بود. همیشه مترصد فرصتی بود تا انتقام خود را از یوکلتیانوس و خدایان روم بگیرد، و این فرصت برای او که همیشه در قصر تحت مراقبت بود دست نمی داد. تا این که خبردار شدیم مجسمه خدایان را در چند معبد شکستند. مراقبت های شدید برای دستگیری بود شکنان به عمل آمد. مریم مقدس، این کار خطرناک است. به خودتان رحم کنید. بانوی من، اگر گرفتار شوید شما را قطع قطع می کند. این کار را نکنید. این کار رئیس، شاریم کن. من تو را به مراقبت از آفریقان مأمور کرده بودم، در حالی که تو به خدایان خیانت کرده و با او هم دست شدی. اگر یاری تو نبود، هرگز او به معابد دست پیدا نمی کرد. سزای تو مرگ است. او مقصر نیست. تنها فرمان مرا اطاعت کرده. رهایش کنید. تقصیر او همین است که فرمان مرا نادیده گرفته و از تو اطاعت کرده. بزن! او نتیجه خیانت خود را دید. حال نوبت توست که در آتش خدایان بسوزی. تو! مرا از مرگ نترسان. از روزی که همه بستگانم را در پیش چشمانم به پای بت‌های سنگی قربانی کردی و پدر و مادرم را گردن زدی، تصمیم به انتقام گرفتم و از مرگ نیز هراسی ندارم. می‌خواهم به تو فرصتی بدهم. آیا در مقابل آپولون از خدای عیسی بیزاری می‌جویی یا نه؟ من جز خدای یگانه را نمی‌پرستم و به جز او خدایی نمی‌شناسم. آیا خدایان روم را سجده کرده و برایشان قربانی میکنی یا نه؟ نفرین بر خدایان روم، نفرین بر بت‌های سنگی و بت‌پرستان، و نفرین بر امپراتوری جنایتکار روم. ای خدای اونم، این قربانی را از من بپذیر.
مادر هلن دخترم ای آپولون قدرتمند این است سزای کسی که به خدایان خیانت کرد خدایا از من قبول کن بنده شرمنده را پذیرا باش الهی دخترم را به تو سپارم نگهدارش باش الهی اونها را برای تو شکستم او در پیش چشمانم میسوخت و از من کاری ساخته نبود خداوند روح او را با مریم مقدس هم نشین کرد او زن شجاعی بود من برای خود شما نگرانم در نهایت او عقیده شما را خواهد دانست من خوابهای وحشتناکی میبینم نمیدانم خداوند چه مقدر کرده است وای من میترسم این همه تشویش بیهوده است نگران نباش هر اتفاقی که بیفتد ما کنار هم خواهیم بود دیشب خواب دیدم که دقیانوس شما را کشته است اما شما زنده اید او پی در پی نعره های وحشتناک می کشید و بین ما ایستاده بود ما نمی توانستیم به یک دیگر برسیم بین ما فاصله زیادی بود من جوان بودم و شما پیر شده بودید دیدم شما پدرم هستید مانده بودم که کدام یک از شما پدرم هستید او از این که شما را کشته بود شادی میکرد من میترسم میترسم آرام باش هلن عزیز آرام باش به خاطر یک خواب که این همه ناراحتی نمی کنه خداوند بندگان موحدش را تنها نمی گذارد من جز شما کسی را ندارم شما تنها همسرم نیستید معلم من مربی من منجی من همه کس من شما هستید من روشنایی را با شما دیدم امید را با شما یافتم و ایمان را از شما آموختم تو خود لایق درک این ارزش ها بودی من که کاری نکردم من به تو افتخار میکنم دیشب خواب دیدم که این تابلو از آن مادرم است حالان که من مادرم را دیدم دیدم که من مردم شما مانده بودید که مرده مرا باور کنید که بر گور است یا زنده مرا که بر این تابلو است من از این تابلو هم میترسم خودت را ناراحت نکن یک تابلو که این همه نگرانی ندارد ها؟ آن را از اینجا بردارید نه نه من تابلوی همسرم را دوست دارم اجازه نمیدم کسی آن را از اینجا بردارد ما در اقلیتیم پس باید سعیمان بر این باشد که نیروی خود را صرف تربیت همکیشانمان و جذب افراد بیشتری به مسلک مسیحیت بنماییم تا کی باید گروه گروه از همکیشانمان را به کام مرگ بفرستم؟ چرا باید سکوت کنیم؟ به اعتقاد من
تحمل مصائب و سختی های گوناگون در این زمان خود عبادت بسیار بزرگی است. شما اگر مردم را علیه حکومت نشورانید، هیچ نزاعی بین مسیحی ها و رومی ها رخ نمی دهد. آیا مولایمان مسیح ما را از اطاعت ظالم من نکرده است؟ شما حق ندارید جان مردم را بیهوده به خطر بیفکنید. قدرت از آن خداوند است، به هر که بخواهد عطا خواهد کرد. پس هیچ قدرتمندی نیست که اقتدار خود را از جانب خداوند کسب نکرده باشد. خداوند قدرت خود را به پیامبران و صالحان تفویض می کند. قدرت ستمگران قدرت شیطانی است، نه الهی. آیا قدرت ابراهیم و نمرود، موسی و فرعون و یا عیسی و هیرود یکیست؟ سلام مرد خدا. سلام، خوش آمدی گالوس. روزگار بر تو خوش. سرور من ماکسیمیلیان چه میکند؟ ایشان مرا به اینجا فرستادن، گفتند که محل اختفای شما افشا شده، هرچه زودتر اینجا را ترک کنید. یعنی خطر این همه نزدیک است؟ جناب ماکسیمیلیان هشدار بیجا نمی‌دهد. عجله کنید، وقت را نباید تلف کرد. بسیار خوب، شما بروید، من خواهم آمد. ابتدا باید اینها را روانه کنم. بگو با احتیاط بروند، ممکن است اینجا تحت نظر باشد. برادران، هم اکنون برای من خبر آوردند که اینجا امن نیست. با احتیاط و آرامش اینجا را ترک کنید. سه روز دیگر در زیر زمین های گورستان بیرون شهر همدیگر را خواهیم دید. شما با این کارهایتان هم خلاف تعلیمات دین مسیح را به مردم می آموزید، هم جان آنها را به خطر می اندازید. خداوند همه ما را هدایت کند. اگر به آنجا هم ریختند و مردم را قتل عام کردند، چه کسی جوابگو خواهد بود؟ به لطف خدا باید امیدوار بود. هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. استاد، اگر نیاز هست من هم برای مراقبت از شما اینجا بمانم. نه، برو، نگران نباش، من هم از اینجا خواهم رفت. خدا نگهدار.
اینجا چه میخوایی مرد که جاسوس؟ هیچ، من از اینجا عبور میکردم. اینجا میکردی؟ فقط یک بار دیگر تو را اینجا ببینم زنده نخواهی ماند، فهمیدی؟ دوشا برمتیوس. آره جناب جولیوس، از ارگیل یهودی خبرهایی دارد. تا این دیشه میکنی؟ مگر به تو نگفته بودم مراقب دنیا باش؟ چرا فرمودید؟ ولی دقایقی پیش یک نفر با کالسکی او را فراری داد. من هم با پای پیاده نمیتوانستم آنان را تعقیب کنم. چرا پای پیاده؟ قربان، آخر نیازی به اسب نبود. فکر نمی کردم او را فراری بدهند. چگونه از داخل قصر خبرها به بیرون راه یافته؟ کالسکی ران را هم نشناختی؟ دستار بر سر کشیده بود، ولی گمان می کنم کالسکی جناب ماکسیمیلیان بود. خانه این ماکسیمیلیان را زیر نظر بگیر. اتا. ببین کالسکی همان است یا نه. برو. به روی چشم ماری جناب. قبل از غروب آفتاب باید به شهر بازگردم. نگران نباشید. هنوز وقت هست. مرا عفو کنید علی جناب. میتوانم سوالی داشته باشم؟ ماتیوس، من تو را از نزدیکترین دوستانم میدانم. هر چه میخواهی بپرس. اختلاف شما با ماکسیمیلیان برای چه و از کجا آغاز شده؟ چون به تو اعتماد دارم میگویم. من سالها بود که به هلن علاقه داشتم و دیوکلتیانوس هم از این موضوع خبر داشت، ولی با آمدن ماکسیمیلیان دیوکلتیانوس دو دستی دخترش را به او تقدیم کرد. من از همون روز تصمیم گرفتم که ثابت کنم ماکسیمیلیان لیاقت هلن را ندارد و خیانتکاری بیش نیست، و ثابت خواهم کرد. مدارکی هم علیه او گرد آوردم که طی گزارشی به دیوکلتیانوس خواهم گفت. اگر توجه نکرد، گزارش دوم را به امپراتور هادریانوس خواهم داد. چرا جناب دیوکلتیانوس و بانو هلن ماکسیمیلیان را بر شما ترجیح دادند؟ این برمیگردد به نفوذ هر یک از ما در روم. ماکسیمیلیان فرزند یک سناتور رومی است و من فرزند یک افسر قدیمی ارتش روم. کدام یک میتواند پشتوانه خوبی برای حکومت دیوکلتیانوس باشد؟ متاسفم قربان. بگذاریم.
به کجا می رویم گالوس؟ شما باید برای مدتی از شهر دور باشید. چگونه؟ جنگل پر از مخفیگاه است. شما چند روزی را مخفی شوید تا آرامش بازگشته و به این ترتیب رومی ها از شما غافل شوند. من هر روز برای تان قضا خواهم آورد. نه، من تنها نیستم. نباید به خاطر جان خودم وظیفه‌ام را فراموش کنم. گرد همایی و هدایت مردم دیر نمی شود. بعدن هم برای این امور وقت هست. ولی من با همکیشانم سه روز دیگر در قبرستان زیرزمینی وعده کردم. از احتیاط لازم است. نگران نباش گالوس. ممکن است کمی به حرفای من گوش کنی؟ گوش میکنم، گوش میکنم. نه، گوش نمیکنی. معلوم نیست در کدام عالم سیر میکنی. راستش مرا ببخش آتنه، خبر ورود امپراتور به فیلادلفیا مرا هیجان زده کرده. کافیست فقط یک اشتباه پیش بیاید، همه چیز خراب میشود. همه ی امیدهای ما نقش بر آب میگردد. ای کاش به جای این همه بلند پروازی کمی هم به امور مهمتر توجه می داشتی. آتنه، آتنه، تو نمی فهمی. تو نمی دانی که حضور امپراتور در اینجا چقدر می تواند موقعیت حکومت مرا در روم تثبیت کند. علاوه بر این، خاطرات زیادی برایم زنده شده است. چه روزهایی با هادریانوس داشتم. انگار همین دیروز بود. جنگ بین النهرین. چه افتخار بزرگی. آن موقع من از فرماندهان لژیون بودم. هادریانوس دستور داد جوجه های تفاعل را از قفس بیرون آوردند و کاهن جلوی آنها دانه ریخت. خدای من، با چه اشتهایی میخوردند. این علامت آن بود که جنگ به نفع ما تمام خواهد شد. آتنه، فتحی عظیم در پیش رو بود. چه تفاعل میمونی، چه تفاعل میمونی. در پیان هادریانوس با عزم و اطمینان چند قدم به سوی شهر پیش رفت و با صدای بلند فریاد کشید: های، اگر خدایانی در این شهر هستند به من گوش کنند. من از شما میخواهم که از منازل و معابد شهر دور شوید و بر آن خون غم ببارید و در مقابل نیزه ها، تیر ها و شمشیرهای ما از این مردم پست دفاع نکنید و بگذارید که ما با فتح وارد این شهر بشویم. فتح، 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 فتح. نگفتم تو به حرفای من گوش نمی کنی؟ تو در رویای خودت سیر می کنی. بسیار خوب، بسیار خوب، گوش می کنم، گوش می کنم. حالا بگو، فکر میکنی هادریان چه کسی را به جانشینی برخواهد گزید؟ معلوم نیست. مگر نگفتی سابقه دوستیت با هادریان زیاد است؟ خاطرات گذشتم با هادریانوس یک لحظه از ذهنم بیرون نمیرود. مدام به آن روزها فکر میکنم. منظور من تجدید خاطرات گذشته نبود. میخواستم بگویم از این رابطه دوستی به بهترین نحو میتوان استفاده کرد. مثلا چه استفاده‌ای می‌شود کرد؟ از او بخواهید به پاس دوستی گذشته و به پاداش نجات جانش شما را به جانشینی خود انتخاب کند. اگرچه آرزوی بلند پروازانه است، ولی خب در جهت تحقق آن میتوان کوشا بود. ضرری هم ندارد. چرا بلند پروازانه؟ آیا به لیاقت و درایت خود شک داری؟ یا به دوستی هادریان؟ به هیچ کدام. در تصمیم سنای روم شک دارم. گمان میکنم حتی اگر هادریان نیز موافقت کند، آنها موافقت نمی کنند. ولی ضرری ندارد. تیریست در تاریکی. نمیدانی دیوکلتیان چه لذتی دارد؟ تکیه زدن بر جایگاه بانوی اول روم آرزویی نیست که از ذهنم خارج کنم. پس پیشنهاد میکنم خودت نیز دست به کار شوی. شارون همسر هادریان در این سفر همراه اوست.
با او از در دوستی وارد شو. زنان در تصمیم گیری شوهرانشان نقش مؤثری دارند. اگر چه چشم دیدنش را ندارم اما پیشنهاد بدی نیست. نه، مطمئن نیست. باش به آن عمل خواهم کرد. علی جناب جولیوس، درود بر عالی جناب دیوکلتیانوس. جناب جولیوس، از شهر بگو. همه چیز مرتب است. تنها نگرانی من از داخل قصر است که خبرهای آن به بیرون رخ نمی کند. آسوده باشید جناب آدونیا، دیگر از خطر که هستی، اینجا امن است. این اولین بار نیست که جناب ماکسیمیلیان مرا نجات می‌دهد. او پیشتر جسم و جانم را با هم نجات داده است. باید شنیدنی باشد. چگونه؟ من از مبلغین مسیحی بودم و تثلیث را تبلیغ می کردم. روزی سربازان رومی مرا در حین سخنرانی دستگیر کردند. بیشک مرگم فرا رسیده بود، اما جناب ماکسیمیلیان با ترفندی مرا آزاد کرد و همین آشنایی موجب شد که من موحد شدم. مدت ها با هم دیگر مباحثه داشتیم و من مطالب بسیاری از او آموختم. درست، قدر اربابت را بدان، مرد بزرگی است. من او را به خوبی میشناسم. پس تو از او خیلی چیزها میدانی؟ من یک برده یونانی هم. 14-15 ساله بودم که پدر عالی جناب ماکسیمیلیان مرا خرید و به خانهش برد. او یکی از بلندپایگان سنای روم و یکی از نزدیکان امپراتور هادریانوس است. من شاهد رشد و نمو لحظه به لحظه جناب ماکسیمیلیان بودم. او بسیار باهوش بود و پدرش بهترین معلمها را برای آموزش او استخدام کرد و او را به علوم و فنون فرهنگهای ملل گوناگون آگاه نمود و همین آگاهی جناب ماکسیمیلیان موجب بیزاری او از خدایان روم و توحش و ستمگری رومی ها شد و برای گریز از روم بلافاصله به درخواست دقیانوس جهت مأموریت به فیلادلفیا پاسخ مثبت داد. بله، او در فیلادلفیا سرنوشتش رقم خورد. آثار خستگی در چهره تو مشخص است. بهتر نیست در زیر سایه درخت خستگی را از تن بگیرید. او به فیلادلفیا آمد که از جنایت رومی ها گریخته باشد، در حالی که نمیدانست جنایات فیلادلفیا کمتر از روم نیست. چرا جناب ماکسیمیلیان با مشاهده جنایات دقیانوس به روم باز نگشت؟ دقیانوس بلافاصله دخترش را به عقد جناب ماکسیمیلیان درآورد تا در فیلادلفیا ماندگار شود، غافل از آن که بانو هلن خود یکی از موحدین خواهد شد. پس جناب ماکسیمیلیان پیش از این که به خداوند یگانه ایمان بیاورد، از خدایان دروغین و بت‌ها رویگردان شده و خود یک موحد بود. بله، ایشان هیچگاه به خدایان اولمپ اعتقاد نداشتند و همواره به دنبال حقیقت بودند. او خالقش را می شناخت، اما در پی هدایتی، کتابی، آیتی از سوی او بود. مگر تورات و انجیل به دستشان نرسیده بود؟ چرا، آنها را خوانده بود، اما حقیقت را در آنها نمی یافت. ایشان همیشه به روستاهای اطراف فیلادلفیا سفر می کرد و از موقعیت و مقام خود به نفع مظلومان و محرومان استفاده می نمود.
در یکی از همین سفرها خود شاهد درنده خویی مأمورین مالیات می‌گردد. مأمورین مالیات دقیانوس. چه خبر است؟ ما مامورین دریافت مالیاتیم. این مرد نمیخواهد مالیات بپردازد. نمیخواهد یا ندارد؟ این به ما ربطی ندارد. ما مامور دریافت مالیات هستیم، نه مامور کمک به مستمندان. رهایش کنید. دیاتار عالی جناب که هستند؟ یک افسر جز از موافق خود اطاعت می کند، نه سوال. رهایش کنید. من افسر مالیات بگیر عالی جناب دیک لپتیانوس هستم، از تو هم فرمان نمی گیرم. ظاهراً باید با شما با زبانی دیگر سخن گفت. ظاهرن که بسیار ناز پرورده به نظر میرسی عالی جناب. گمان نمی کنم آن زبان دیگر را بدانی. اینجا بردار و برو. عالی جناب، پناه بر خدا. هی به حالتان، او ماکسیمیلیان داماد دیوکلتیانوس است. حرکت میکنیم. بیای Oh,
مقدمه شد برای آشنایی جناب ماکسیمیلیان با آن پیرمرد موحد و روشن ضمیر. جناب ماکسیمیلیان به شدت زخمی شده بود و پیرمرد که خود را عامل این حادثه می‌دانست به شدت نسبت به ایشان احساس دل می‌کرد. لذا جسم مجروح جناب ماکسیمیلیان را به خانه پیرمرد بردیم. او با جدیت و مهارت بسیار به مداوای ایشان پرداخت. شما باید استراحت کنید. حرکت برای شما خطرناک است. داگالوس، من اینجا هستم. غیبت ما هلن را نگران خواهد کرد. من به شهر رفته او را با خبر میکنم. شما استراحت کنید. خیالتان آسوده باشد عالی جناب. به تل میخواب یوانیسم بگو مراقبه اوزا باشند. اگر دیوکلتیانوس پرسید بگویند برای تمشیت امور به ولایات اطراف رفته. اطاعت سرورم. نگران نباشید. من زود باز میگردم. مواظب عالی جناب باشید. و این مقدمه آشنایی جناب ماکسیمیلیان با آن پیرمرد خداپرست شد. روی این زخم خوب بسته شده است. ما را عفو کنید. بیش از این نتوانستیم به عالی جناب کمک کنیم. نه، خیلی خوب است. از کجا آموخته ای؟ از پدرانم. گرچه قابل مقایسه با علومی که طبیبان رومی می دانند نیست. چه کسی شما را به این روز انداخته است؟ مهم نیست عالی جناب. صدها سال است که تازیانه رومی ها با بیرحمی و شقاوتی که برازنده انسان های متمدن نیست بر این گرده ها نواخته می شود. ما دیگر عادت کرده ایم. من به عنوان یک رومی از شما پوزش می طلبم. ما رومی ها خود را متمدن ترین مردم دنیا می دانیم و حالان که وحشیانه ترین اعمال را مرتکب می شویم. شما با دیگر رومی ها تفاوت بسیار دارید. ولی ما مثل دیگر رومی ها هستیم. تفاوت چندانی بین ما نیست. نه نه، اصلا اینطور نیست. اجازه می دهید سؤالی داشته باشم؟ مانعی نیست. عالی جناب، چرا به جای یاری آن افسر رومی با او مبارزه کردید؟ من خود نیز نمیدانم. فقط میدانم که نمیخواهم در زمره ستمگران باشم. شاید این تمایل و علاقه یک امر درونی است. ولی حب دنیا و لذت‌های آن هم یک خواسته درونی است. چرا برای رسیدن به این خواسته درونی تلاش نمی‌کنید؟ آیا خود شما برای اعمال نیک و بد خود دلیلی دارید؟ من هیچ عملی را بدون پاداش انجام نمی‌دهم و یقین دارم که مزد همه اعمالم را چه خوب و چه بد خواهم دید. و اگر جز این باشد اصلا زندگی برایم معنا و مفهومی ندارد. تو برای خوبی هایت از چه کسی پاداش میگیری؟
غلام یا خدمتکار شما پاداش خود را از چه کسی میگیره؟ اربابش. از اربابش؟ یعنی از شما؟ شما من هم از اربابم میگیرم. هر کسی اربابی دارد. تو میخواهی بگویی که پاداش خود را از خدایت خواهی گرفت؟ به نظر من هم هیچ انگیزهی بهتر از این برای اعمال نیکوبد نیست. اما من اینقدر بدم نیستم که اعمال نیکوبدم را برای خدایان مسخرهی که در معابد به دست خود ساخته ایم انجام دهم. من میدانم که خدایی هست، مطمئن هستم، اما چگونه خدایی نمیدانم. خدای من خالق من است، اما خدایان شما، یا بهتر بگویم خدایان رومی ها، مخلوق آنها هستند. نه، من به خدای تو نیز نمیتوانم اعتماد کنم. چه اگر یهودی باشی، خدای مخصوص قوم خود را میپرستی و خواندم که تورات شما به پیامبران گناه و اعمال زشت نسبت میدهد. من نمیتوانم بپذیرم که خدایی از آسمان به زمین بیاید، راه برود، با پیامبرش کشتی بگیرد و از او شکست بخورد. و تو اگر مسیحی باشی، خدای تو را هم نمیتوانم بپذیرم، چرا که خدای مسیحیان هم مثل خدای رومیان پسر دارد. این را انجیل میگوید. اما این خدایی که شما گفتید ساخته و پرداخته مبلغین و پیروان مسیح است، نه خود مسیح. آنها برای اینکه رومی ها را به دین مسیح درآورند، دین آسمانی مسیح را شبیه دین زمینی رومی ها کردند. پیرمرد برای جناب ماکسیمیلیان از یک انجیل قدیمی سخن گفت، اما من در آن هنگام از این حرف ها به خوبی سر در نمی آورد. ولی کاملا آشکار بود که آن پیرمرد سخن برای گفتن بسیار داشت. بگذارید عقیدم را به صراحت بگویم. من یک موحد هستم و خداوند یگانه را میپرستم و پیامبر من مسیح است، نه دیگری. مگر خدای مسیح با خدای دیگر مسیحیان فرق دارد؟ خدای مسیح خدای همه پیامبران و خدای آخرین پیامبری است که از این پس خواهد آمد. هر چه غیر از این باشد ساخته و پرداخته ذهن خود ما می باشد. از خود سخن می گویی یا دلیلی هم برای اثبات آن داری؟ دلیل بسیار دارم، اما بهترین دلیل مکتوبی است که از جان عزیزتر می دارمش. من می توانم آن را ببینم؟ البته، چرا نه؟ پیرمرد انجیل بارناباس را به جناب ماکسیمیلیان نشان داد و ایشان آن را نبستند تا اینکه تا به آخر خواندند. از خانه پیرمرد بیرون نیامدند تا آنکه نسخه ای از آن را برای خود نوشتند. آن حادثه و آن کتاب باعث شد که جناب ماکسیمیلیان از موحدین مسیحی گشت و متعاقب آن ما را هم به کیش خود درآورد. گالوس، براستی که جناب ماکسیمیلیان از بندگان مقرب خداوند است. او به من می گفت که فرق بین آنچه که حضرت مسیح می گفت و آنچه که امروز پیروان او می گویند مثل فرق
بین یک درخت تنومند است و بوته‌های کوچک. بعضی گل‌ها از فاصله دور هم عطرشان به مشام می‌رسد. امیدواریم پیوند ما با رومی‌ها ناگسستنی باشد. عالی جناب، اجازه می‌دهید هدایای قوم یهود را عرضه کنیم؟ هدایای ناقابلی است نشانه دوستی یهودی ها با امپراتور و نماینده و جانشین ایشان جناب فرماندار دیوکلتیانوس. ما هم هدایای ارزشمند شما را به عنوان نشانه دوستی تلقی میکنیم. معاهده ای که بین خدایگان، امپراتور و سران قوم یهود در اورشلیم منعقد گردید ما را موظف می کند با جناب فرماندار همکاری نزدیک داشته باشیم و در جشنهای استقبال از امپراتور ما هم به سهم خود شرکت کنیم. از رعایای امپراتور توقعی جز این هم نیست. ما هم وظیفه داریم که دست شما را در مسائل عبادی و امور تجاری باز بگذاریم. در حقیقت ایجاد رفاه و آسایش مردم از وظایف امپراتوری روم است. منتها یک قشر از این مردم هستند که آرامش دیگران را به هم میزنند و قصد خیانت به روم و خدایان روم را دارند که با آنها سر سازش نداریم و لحظه ای از تعقیب و تعذیب آنها دست بر نخواهیم داشت. منظور عالی جناب فرماندار مسیحیان هستند. ما نیز از آنان سخت خورده ایم. آنها با پیامبر دروغین و کتاب ساختگیشان در صفوف ما هم رخنه کرده و پیروان آیین یهود را نیز گمراه کرده اند. عالی جناب، عالی جناب، به گمان من در زمینه مبارزه با مسیحیان می توانیم همکاری بیشتر و نزدیکتری داشته باشیم. سرباز، شما برید بنا زود باشه. شود او را مخفی کرد. جسد را کجا ببریم؟ در گورستان میفهمم که به تازگی دفن شده، ممکن است به او تعرض کنم. بهتر اینجا منزل پدرش سانتوس است. اولین جایی را که بگردن آنجاست. بهتر است او را به جنگل ببریم، از همه جا امن‌تر است. Thank you.
کنی. خداوند روح پلوتون قهرمان را در زمره مؤمنین و صالحین قرار دهد.